دهمینش از سه مؤسسات و مراکز اسلامی مونترال کانادا در مرکز آیت الله العظمی شیرازی برگزار شد. به همت حجت الاسلام شیخ صالح سیبوی، نماینده مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در کشور کانادا، دهمین نشست مؤسسات و مراکز اسلامی مونترال در مرکز آیت الله العظمی شیرازی برگزار شد. در این نشست که با هدف عمل به راهنمودهای مرجعیت شیعه مبنی بر اتحاد شیعیان و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر مذاهب و ادیان برگزار شد، تمام مؤسسات اسلامی مونترال شرکت داشتند. از جمله مراکزی که در این نشست حضور داشتند، می توان به مسجد اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه آیت الله العظمی خویی، مؤسسه امام حسین علیه السلام، مسجد الزهرا سلام الله علیها، مرکز اسلامی لبنانی ها، مجمع اسلامی لبنانی ها، مرکز باب الحوائج، حسینیه حورا زینب سلام الله علیها، مرکز توحید، مرکز اسلامی نور، مرکز شیعیان حیدری، جمعیت افغانی های مقیم مونترال، مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی، مسجد الجز و المنتدا الاسلامی الکندی اشاره کرد. همچنین در این نشست که همه ساله توسط مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی برگزار می شود، تعدادی از روحانیون شیعه و غیر شیعه از جمله شیخ محمد مهدی الناصری، شیخ محمد باقری، سید نبیل عباس، سید خلیل طباطبایی، شیخ علی سبیتی، شیخ عبدالحسین الاسدی، شیخ علی خطیب، شیخ احمد الترفی، شیخ رفعت الکنانی، شیخ المخزومی، شیخ حیدر الخفاجی، شیخ علی حاتمی و علمای اهل تسنن از جمله شیخ شعیب حموش، شیخ حسن گویل، دکتر نجیب، استاد سامر مجذوب، استاد ابوبکری السائق و دیگر مسئولین مراکز اشاره کرد. در این نشست علما مشکلات مسلمانان مونترال و کانادا را مورد بررسی قرار دادند و برای حل آنها به همکاری با یکدیگر تاکید کردند. همچنین با توجه به موفقیت‌های ارزشمند که این نشست در سال‌های گذشته در پی داشته، از مدیر محترم مجمع جهانی آیت الله العظمی شیرازی درخواست شد تا این نشست‌ها را از صورت سالیانه خارج کنند و جلسات دو یا سه ماهه یک بار برگزار شود. در پایان این نشست نیز مسئولان مراکز اسلامی و علما بر سر سفره سحری میهمان این مرکز شدند. شایان ذکر است این نشست که با حضور اصحاب رسانه همراه بود، بازتابی چشمگیر در روزنامه‌های کثیرالانتشار کانادا به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه داشت.